ای نام تو بهترین سراغاز به نام تو که ای کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم یک بار دیگر با شما هستیم از برنامه مکتب خادی خاصه با درس شیرین و دلانگیز ادبیات دری دوستان عزیز به جلسه 24 رسیدیم عنوان درس امروز ما داستان کوتاه هست در ادامه در حوزه قواعد نگارشی با یکی از علائم نگارشی آشنا خواهیم شد تحت عنوان سیمیکولن یا نقطه ویرگول دوستان عزیز در فضای مجازی ما را دنبال کنید نمبر ارتباطی ما و شما 2964 چیل، سیزه آماده دریافت نظرات شما خوبان دری زبان هستیم عزیزان جان به جلسه نو خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرامی قبل از اینکه وارد درس جدید شویم به مانند جلسات قبل کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم در جلسه قبل گفته بودیم که در زبان دری علامت کامه یا همو علامت ویرگول چه کاربردهایی دارد می خواهیم با هم دیگر یک بار دیگر مرور بکنیم علامت کامه علائم نگارشی که برای شما در جلسه قبل توضیح دادیم خاصه کدام علامت بشاید عزیز آفرین کامه یا نام دیگرش ویرگول بود گفتیم که کامه یا ویرگول یکی از علائم نگارشی هستند که در داخل جملات در ساختار یک متن قرار می‌گیرند. وقتی که در داخل جمله قرار گرفت ما در هنگام دیدن ویرگول یا کامه باید کمی درنگ کنیم کمی مکس کنیم به خاطری که سراحت روشنی و انتقال معنای کامل و درست از در واقع او نویسنده به اون مخاطب انتقال به طور کاملا درست و صحیح صورت گیره حال موارد کاربردی داشت که دوستان یک بار دیگر حالا پنج مورد داشت که خودتان در درس قبل براتان توضیح دادیم روشن شد حال میخوایم یک بار دیگر چند موردش رو به عنوان نمونه با هم مرور کنیم خب چه میگوییم؟ میگوییم که موارد کاربرد کامل در کجاها کامه در واقع به کار گرفته می شد خب اولین جا میگویم چی دوستان آوردن های بسیار برای موصوف یک زمانی ما در واقع یک موصوفی در ساختار یک جمله داریم که میخوایم صفتهای بسیار زیادی برایش به کار ببریم هر زمانی که خواستیم صفتها را پشت سر همدیگر قرار بدهیم چیکار میکردیم؟ ما بین صفت ها از علامت کامه استفاده میکردیم ولی برای صفت انتهایی چی؟ به جای کامه او حرف واو را میگذاشتیم که در جلسه قبل مثالش را برای تان بیان کردیم به طور مثال گفتیم چی؟ گفتیم که نمونه اگه مثال بزنیم رابعه بلخی شاعری خوشزوق و باهنر بود خوشزوق نگاه کن دوستان شاعری یک کامه خوشزوق یک کامه بعدش چی میگذاریم؟ بعدش میگیم و چی بود؟ خوشزوق و در واقع صاحب قریحه بود حالی از کامه برای بیان صفتها ها چیکار میکردیم دوستان؟ صفتهای یک موصوف استفاده میکردیم یک زمانی دیگه چی؟ زمانی بود که هنگام خطاب قرار دادن شخصی زمانی که در ساختار یک جمله برای یک شخصی یا ممکن است برای اشخاصی ما خطاب قرار دهیم دو سال از کام استفاده میکردیم به طور مثال میگفتیم دانش آموزان عزیز کامه ادامه چه میگفتیم؟ دانش آموزان عزیز فردا مکتب تعطیل نیست فردا مکتب تعطیل نیست برای خطاب قرار دادن هم باز هم از علامت کامه استفاده می کردیم علامت کامه مورد بعدی چی بود دوستان؟ زمانی که با بلی یا خیر آغاز می شد با چی دوستا با بلی یا خیر هر زمانی که یک جمله ای داشتیم که اون جمله آغازش با بلی یا خیر بود میهم چی چیکار میکردیم از کام استفاده میکردیم بلی فردا من به مکتب خواهم رفت خیر فردا در خانه نخواهم ماند. بعد از بلی و خیر ما چی میکردیم دو یک کامه میذاشیم و ادامه جمله ولی اگر سوالی بود که در جوابش فقط یا بلی آمد یا خیر آمد و دیگر ادامه نداشت او جواب سوال ما دو سال ما در انتهای بلی و خیر دیگر کامه نمیگذاشیم تنها یک نقطه میگذاشیم و جمله رو تمام میکردیم موارد دیگری هم داشت دوستان که برای شما در داخل درس قبلی گفتیم زمانی که گفتیم ما مواردی داریم که پشت سر هم باید از کامه های مختلف استفاده کنیم که این کامه به جای چی می آمد؟ به جای حرف واو می آمد ما از کامه استفاده می کنیم و موارد بسیار زیادی که دوستان با مراجعه به درس قبلی خاصه حوزه قواعد نگارشی می توانند یک بار دیگر این قسمت را یادآوری کنند خب شاگرده عزیز و گرامی وارد بخش اول درس امروز شویم درس امروز ما و شما یک بحثی است تحت عنوان داستانک یا داستان کوتاه خب در ادامه بحث داستان میخواهیم در مورد تعریف داستان یا داستان کوتاه برای شما معلوماتی ارائه دهیم انواع و در واقع شاعران و نویسندگان بنامی که در عرصه داستانک کوتاه یا داستان کوتاه در واقع جزء مشایر هستن برای تان توضیح دهیم و حوزه قواعد نگارشی را با هم بررسی کنیم در ابتدا در این اصلاح دو سال داستان کوتاه را با هم مرور میکنیم ما چه چیزی به کدام نوشته به کدام مت داستان کوتاه میگویم خب دو تعریف ذکر شده برای داستان کوتاه تعریف اول میگوید چی داستان کوتاه بیان رویداد واقعی یا تخیلی است که نویسنده با طرح منظم شخصیت اصلی را چنان تصویر میکند که تاثیر واحد بر خاننده میگذارد پس این تعریف اولیه داستان کوتاه است پس داستان کوتاه میتواند یک بیان یک واقع باشد یا رویداد باشد ولی این رویداد میتواند تخیلی باشد یعنی زاییده ذهن خود نویسنده باشد یا یک داستان واقعی باشد یعنی یک واقعه، یک حادثه یک رویدادی که در بیرون اتفاق افتاده و در واقع نویسنده می آید یک شخصیت پردازی می کند، یک پرسونال سازی می کند، و از دل ای واقع افراد و شخصیت هایی را خلق میکند و در واقع این رویداد را به سرانجام میرساند این میتواند یک تعریف باشد برای داستان کوتاه یک تعریف دیگر هم در ادامه دارد تعریف دوم داستان کوتاه چیه داستان میگوییم داستانی است که کوتاه باشد و در خانش است چقدر وقت صرف شود داستان؟ نیم ساعت تا دو ساعت یعنی سی دقیقه تا دو ساعت وقت میخواد که یک داستان کوتاه را شما مطالعه کنید از ابتدا تا انتهایش را بخوانید اگر این تعریف دوم داستان تعریف در مورد ویژگی داستان کوتاه است که توسط پدر داستان کوتاه ادگارد آلن پوی در واقع امریکایی ای تعریف انجام شده که در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد. خب داستان کوتاه را یک سری معلومات اضافی هم دوستان برای شما میدهیم این که کلمه داستان کوتاه یک کلمه انگلیسی است کلمه انگلیسی معادل داستان کوتاه چه میشه دوستان شورت استوری شورت استوری شورت, شورت به معنای کوتاه و استوری به معنای داستان است داستان کوتاه و معادلش در زبان فرانسوی در واقع چی میشه دوستان ناول هر زمانی که شما کلمه ناول را شنیدید به معنای داستان کوتاه میباشد. خب اگر به تاریخچه شکلگیری داستان کوتاه نگاه بیندازیم دوستان میگویم مهدی در واقع داستان سرایی در حوزه داستان کوتاه یا مهد و مرکز شکلگیری داستان کوتاه سه کشور است امریکا، فرانسه، و روسیه است در اوایل قرن 19 در این کشور توسط سه چهره مشهور ادبی داستان کوتاه خلق می شود و در واقع شاهکارهایی در این حوزه ایجاد می شود خب مشاهیری که در حوزه داستان سرایی خاصه داستان کوتاه در واقع کارهای بسیار خلاقانه و مبتکرانه از خود انجام دادن دو سال همین شخصیت هاست که با هم بررسی میکنیم خب شخصیت اول پدر داستان کوتاه شخصی است به نام ادگار آلن پوی آمریکایی یک چهره بسیار مشهور یک نویسنده و یک شاعر بسیار بسیار بزرگ که در قرن نوزدهم زندگی میکردد و اولین داستان کوتاه توسط ایشان نوشته شده است اگرچه شهرت ادگار آلن پوی آمریکایی دوستان به خاطر داستانهای چیست؟ داستانهای جنایی و ترسناک است وقتی آثار ایشان را مطالعه میکنید ترس بر شما مستولی می شود. تمام موی بدن شما سیخ می شود. بسیار داستان های قشنگی دارد. بسیار داستان های جذابی دارد که در واقع پدر داستان های کارگاهی هم از اشان یاد می کند. بعد از اینکه در واقع اشان نخستین نخستین و ابتدایی ترین داستان کوتاه را میگوید در کشور امریکا این نو داستان این شکل داستان به نقاط مختلف جهان سرایت پیدا میکنم اگر چه میدانید که داستان کوتاه داستان در مقابل داستان بلند است ما میگوییم می یک کلمه ای به نام ناول داشتیم ناول به معنای داستان کوتاه در کشور فرانسه گفته میشد معادل این در واقع کدام کلمه است داستان بلند است داستان بلند به معنای چی به معنای رمان داستانی که از بلندای بسیار زیادی از کلمات زیاد از مطالب بسیار بالایی تشکیل شده اگرچه سرچشمه رومان ها را اگر نگاه بکنیم دوستان میرسیم در نخستین رومانی که توسط یک شخصیتی به نام سروانتز نوشته می شد. یک کتاب جاویدان یک شاهکار رمان تحت عنوان چی دوستان؟ دونکی شد این کتاب را توسط ایشان که نوشته می شد. توسط سروانتز و در واقع می شد پیش زمینه برای رمان نویسی در کنار رمان و داستانهای بلند که دوستان خطاب شما گفتیم در حوزه داستانهای کوتاه نگاه میکنیم یک اثری تحت عنوان دی کامرون نوشته میشود و زمینه برای شکلی داستانهای کوتاه دیگر توسط شخصیتی چون ادگارد آلنپو رو در واقع شکل میدهد خب از شخصیت های بعدی که در این زمینه در زمینه داستانهای کوتاه به عنوان چهرههای سرشناس شناخته میشود جناب آقای نیکولای گوگول روسی است که در واقع اشان را به عنوان پدر مکتب رئالیسم انتقادی میداند که آثار بسیار زیادی دارد اگرچه خاصا موضوعات آثار ایشان بیشتر تنز است و به عنوان یک از تنز بزرگ در واقع نیکولای گوگل را میشناسم از شهرهای دیگر میتوانیم ده آنتوان چخوف اشاره کنیم آنتوان چخوف روسی یک پزشکی است که در کشور روسیه به دنیا می آید متاسفانه خیلی عمر نمی کند چهل و چهار سال عمر می کند دو سال بعد از اینکه جواز تبابت خود را می گرد. به سمت داستان نویسی حرکت میکند به طوری که در مدت کوتاه 44 سال از عمری که دارد نزدیک 700 داستان کوتاه از ایشان نش می شود چهره بعدی چهره در واقع کشوری است که در حوزه قاره آسیا قرار موقعیت دارد در کشور ترکیه یک نویسنده ظهور میکند تحت عنوان عزیز نسیم دوستان در مورد عزیز نسیم در واقع در سالهای بعد خواهید خواند این چهره برجسته نیست با عنوان یکش در واقع مشاهیر حوزه داستانهای کوتاه است به طور که از داستانهای کوتاهی که در مورد اشان از اشان به چاپ رسیدن میتوانیم به داماد سرخانه چاخان زن بهانگیر اشاره بکنیم که بسیار بسیار زیباست نسین یک پسوندی است که اشان از نام پدرش میگیرد نسین به معنای به تو تو چه کاره هستی و این پسفند هم خود یک کلمه تنز است که نشان میدهد عزیز نسیم نیست یک تنز پرداز بسیار مشهور است چهره بعدی در کشور فرانسه است گای دو ماپاسان یک از شهرها ها و یکی از چهرههای بسیار شناخته شده در حوزه داستانهای های کوتاه است به شدت متاثر از یکی از نویسندگان بزرگ به نام ویکتور هوگو خالق اثر بیادماندنی بینوایان است اشان به شدت متاثر از این نویسنده فرانسوی است و همین عامل مشوق این فرد می شود که پا در عرصه داستان نویسی بگذارد و داستان بسیار زیبایی را در حوزه داستان کوتاه خلق کند خب از حوزه مشاهیر داستان نویسی در بین الملل در اصای بین عبور میکنیم و وارد کشور خودمان شویم. در کشور ما نیز داستان نویسی از قرن بیستم در واقع شکل میگیرد و به عنوان یک نقطه اوج در قرن بیستم ایجاد میشد چهرهای بسیاری در این زمینه کار کردن از این چهرهای برجسته میتوانیم در دکتر محمد اکرم عثمان اشاره بکنیم یک چهره ای که هم به عنوان یک چهره ادبی در افغانستان شناخته می شد و هم یک چهره سیاسی است اگرچه ایشان مدرک دکترای خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران کشور عزیز کشور کشور ایران میگیرد ولی علاقه ایشان بیشتر در زمینه ادبیات است و بسیار آثار زیادی در این زمینه دارد از کتاب درز دیوارها می توانیم در حوزه داستان و کتاب به این شخصیت اشاره بکنیم جلال نورانی از دیگر شخصیت هاست بابا کوهی نیز از دیگر شخصیت های کشور عزیزمان افغانستان در عرصه داستان های کوتاه هست رهنورد زریاب محمد اعظم رهنورد زریاب یکی دیگر از شخصیت های ادبی ماست که در حوزه داستان های کوتاه دست بسیار بسیار قوی بر آتش دارد و چهره آخر در حوزه داستان داستانهای کوتاه در داخل کشور عزیزمان افغانستان همسر رهنورد زریاب اسپوجمه زریاب است که در واقع با همدیگر کار کرده و آثار, آثار مشترک بسیاری در حوزه داستان کوتاه از خود به ثبت رساندند. خب ارکان داستان کوتاه را دوستان با هم بررسی کنیم به طور کلی میتوانیم در حوزه داستان های کوتاه ما سه رکن یادآوری کنیم نخستین رکن داستان کوتاه داستان شرح هست یعنی شروع بدون مقدمه و خالی از ابهام گیر افکنی با نقطه اوج یک شروع در واقع طوفانی برای یک نوشته در واقع ما شرح داستانهای کوتاه را وقتی بررسی میکنیم نگاه میکنیم که مقدمه در داستانهای کوتاه وجود ندارد چرا چون ما برخلاف ها که یک مقدمه نیاز است برای ورود به داخل داستان در داستانهای کوتاه مقدمه را نداریم چرا چون میخواهیم به طور کاملا سریع وارد اصل مطلب شویم و ایش گونه نقطه ابهامی وجود ندارد در داستانهای کوتاه و یک گره یک مشکلی در داخل داستان اتفاق میافتد که دارا یک نقطه اوج است و در واقع این نقطه اوج نیاز به گشایی دارد. مرحله دوم یا رکن دوم داستان گسترش است. درون مایه ویجه و پرداختن به بخشی از زندگی، درون که در واقع داستانهای کوتاه دارد یک درون مایه خاص باید باشد. که به طور کلی تمامی کلمات تمامی متن باید دست به دست هم داد و در واقع یک متن واحدی را با یک درون مایه واحد خلق کنه به طوری که نگاه اگر بکنیم داستانی داریم به نام گردنبند توسط گی دو مپاسان در واقع بیان شده یک داستان کوتاه که درون مایه او امانت داریست درون مایه چیه دوستان؟ امانت داری است که نشان دهد که گسترش یک متن نیازمند چیست نیازمند یک درون مایه واحد است در کنارش پرداختن به بخشی از زندگی برخلاف رمان برخلاف داستان های بلند که پرداخت نویسنده چگونه است وقتی نویسنده به یک مطلبی میخواهد اشاره کند باید تمامی ابعاد تمامی بخش ها را در نظر بگیرد در مورد یک شخصیتی که توضیح میدهد باید تمامی بخش های زندگی او را توضیح دهد در حالی که برخلاف او در داستان های کوتاه نویسنده ملزم به ای کار نیست نویسنده تنها یک بخش تنها یک برشی از زندگی او پرسوناج خود را او شخصیت خود را بیان میکند گیره و مشکلش را شکل میدهد نقطه اوج داستان را بیان میکند و به دنبال چیست دوستان و, و به دنبال رکن آخر است رکن آخر چی میباشد؟ نتیجه نتیجه یعنی منتهی شدن به گره با سرعت نگاه کنید دوستان گره یعنی مشکلی که در واقع در داخل دوستان به عنوان نقطه اوج داستان ماست توسط نویسنده بیان می شود ولی این مشکل با سرعت و با تصریح حل می شود برخلاف رمان که ما میخوایم یک مشکلی را که حل بکنیم گسترش میدهیم مشکل را و راه حلی که در واقع نویسنده در رمان برای مشکل پیدا میکند یک راه حلیش که به کندی انجام میشد برخلاف او در داستان های در واقع کوتاشی میشد این گره حل مشکل به سرعت و با عجل اتفاق میافتد خب ویژگی های داستان کوتاه را دوستان نگاه میکنیم تیزوار برای شما تنها بیان بکنیم که داستان های کوتاه چه ویژگی هایی داره یک کوتاهی نامش مشخص داستان داستان کوتاه هست پیرنگ منظم و منسجم یعنی چی یعنی در پیرنگ پیرنگ یعنی طرح تر. تر داستان طرح داستان شما در واقع یک سری وقایع یک سری رویدادها دارد که بر اثر یک سری روابط علی معلولی اتفاق میفته یه هر واقعه هر مشکلی در داخل داستان نتیجه یک رفتار است نتیجه یک عمل است که در واقع ای در داستان کوتاه مشاهده می شد. پرداختن فقط به یک موضوع گفتیم که در داخل داستان ما یک موضوع داریم و فقط به او باید بپردازیم و او را توضیح دهیم مورد بعدی داشتن یک واقعه بزرگ مرکزی یک پدیده یک واقعه یک حادثه در داستان کوتاه اتفاق میافتد که نویسنده به دنبال او حل است به دنبال حل مشکل او واقع است شخصیت های معدود یکی از چیزهایی که در داستان کوتاه وجود دارد پرسوناج داستان یا شخصیت است شخصیت هایی که در داخل داستان های کوتاه هستند معدود هستند، یعنی چی داستان تعدادش کم است اندک است برخلاف داستان های بلند یا رمان که فراوان شخصیت دارد شخصیت بسیار بسیار زیادی دارد داستان های کوتاه شخصیتش معدود است درگیری شخصیت ها اصلی با خود یا دیگران یکی از مشکلاتی که در داخل داستان ها نه به عنوان مشکل فنی داستان. و عنوان یک در واقع راهکار در داخل داستان ها وجود دارد ما بین شخصیت ها درگیری و نزاع اتفاق می ممکن است این درگیری بین خود فرد با خودش باشد یا بین فرد با دیگران باشد که به دنبال حل ای مشکل است کامل بودن یعنی داستانی که شما می یک داستان کوتاه صرف نظر از که داستان کوتاه است ولی باید کامل باشد از نظر کی از نظر خواننده من خواننده وقتی مطلب رو می باید متوجهم که ابتدای داستان کجاست میانه داستان کجاست و انتهای داستان کجاست و چه اتفاقی میافتد چه شود و نتیجه و راهکارش نیز چیست داشتن آغاز و میانه و پایان این هم که دوستان برایتان گفتیم که داستان کوتاه دارای ابعادی سه بود اصلی است که ابتدا یک نقطه آغاز دارد نقطه میانه کار دارد و نقطه انتهایی دارد که در واقع توسط نویسنده در داخل متن گنجانده میشود بخش دوم دوستان با هم بررسی میکنیم در حوزه قواعد نگارشی یک قاعده ای را تحت عنوان سیمیکولن سیمیکولن را تحت عنوان نقطه ویرگول نیز میشناسند چرا؟ چون نگاه بکنید دوستان شکل ظاهری ای در واقع علامت نگارشی است که یک نقطه است بر بالای این نقطه یک ویرگول نهاده شده است این را میگوین سیمیکولن یا چی دوستان؟ یا نقطه ویرگول حالی اگر تعریف کنیم بگویم چگونه میگوییم؟ میگوییم نشانه وقف یا مکس طولانی تر از کامه و کمتر از نقطه است چرا چون وقتی که ما میگوییم یک کامه میگذاریم باید کمی درنگ کنیم کمی صبر کنیم ولی سیمی کلن وقتی میآید کمی درنگ شما باید طولانی تر باشد کمی بیشتر درنگ کنید ولی درنگ شما نباید از علامت نقطه بیشتر شود چون وقتی نقطه در انتهای یک جمله می آید یعنی جمله تمام شد وقتی جمله تمام می شود یعنی جمله بعدی رو با مکس بیشتر بخوانید ولی سیمی نسبت به نقطه یک مقداری توقف از چیز کمتر است خب کاربردهای های سیمی در داخل یک متن یا در داخل یک جمله چگونه است؟ اول برای جدا کردن دو جمله‌ای که در ظاهر از نظر دستور زبان مستقل و در معنا به یکدیگر دیگر هستند. پس چی دوستان ما دو تا جمله داریم که در ظاهر از نظر شکل ظاهری و شکل دستور زبانی با همدیگر فرق میکنند جدای از هم دیگر هستند ولی معنایش به شدت به همدیگر وابست است مثال مشک آن است که خود ببوید نه آن که اتار گوید دعا کنید دوستان مشک آن است که خود ببوید یک جمله نه آن که اتار گوید این هم یک جمله در ظاهر این دو جمله از یکدیگر فرق میکند جداست ولی وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم که این دو تا جمله از نظر معنایی به یک دیگر وابسته هستند وابستگی چیست میگوید که مشک مشک یک ماده خوشبوست نوعی عطر است میگوید مشک یا عطر آن چیزی است که خود در ذاتش یک بوی خوش بدهد نه آنکه فروشنده او عطر فروشنده او مشک از در واقع اون مشک خود تعریف و تمجید کند خب کاربرد دوم چیه در جمله های توضیحی قبل از کلمات اما زیرا چراکه بنابر این، در نتیجه از این رو چنانکه با وجود این و مانند اینها دوستان در واقع بیان میشد برای نمونه مثلا نهام کنیم ما یک مثال میزنیم چگونه مال و جا هیچگاه نمیتواند آرامش بخش روان انسان باشد چرا که علتش را بیان میکنه دلها تنها با یاد خداوند آرامش مییابند نگاه کنید دوستان وقتی که ما در داخل جمله به واجه های خاصی مانند واجه هایی که بالا برای شما توضیح دادیم رسیدیم قبل از اینکه ای واژه ها را بیان بکنیم از علامت سیم کولن یا نقطه ویرگول استفاده میکنیم جمله را نگاه کنید یک جمله برای شما بیان شده که در واقع این جمله به واژه چراکه رسیده چراکه وقتی میرسه قبلش باید از علامت سیم کولن استفاده کرد خب شاگردای عزیز و گرامی کار خانگی جلسه آینده شما متناسب با علامت نگارشی چیست در زبان دری علامت سیمکولن یا نقطه ویرگول چه کاربردهایی دارد خوب شاگردای عزیز و گرامی در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده نباشید خسته نباشید امیدوارم که درس امروز مورد نظر شما عزیزان قرار گرفته باشد یادآوری یک بار دیگر برای شما شاگردای عزیز و گرامی در فضای مجازی ما رو دنبال کنید آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما در نامبر 2964 780 255 خواهیم بود عزیزان جان تا دیدار دیگر و خداوند یار و نگهدارت